اونهایی که فکر میکردن که ما حکومت رو تنقید کنیم شاید که وضع از این بدتر شود، دوستانی عزیز از این بدتر دیگر چی میشود؟ تاجیکستان امروز در از جمله 10 کشور قشقترین دنیا هست، از جمله 15 کشور فسادزده ترین. تحلیل برای سناریوهای آینده هم داشته باشیم بد نیست. حالا از نگاه ما چی سناریوهای تاجیکستان رو در پیش است؟ آیا وضع اقتصادی اجتماعی ما با یگان اصلاحات و تغییرات بهتر میشود یا نه؟ تحلیلگران همه به این نظر هستند که حتما در این بین در تاجیکستان یک انتقال قدرت صورت خواهد گرفت، یا از خود رحمانوف به یکی از اعضای خانواده یا به یکان کسی دیگر، یا مردم دیگر دست به کار میشوند و یک تغییرات از طرف مردم صورت خواهد گرفت. اما حالا بگذار همون چند ساله که در آینده هست، این چی آینده ما را در انتظار خواهد بود؟ به نظر بنده اگر رحمانوف همین تیمی که الان دارد، به خصوص اون کمانده وزارت‌های قدرتی را که با این سیاست‌های بسیار هم دهشتناک خود ضربه به فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و زندگی مردم زدن، اگر اینها را نگه بدارد مطمئن باشد که هیچ تغییرات در آینده نزدیک نخواهد شد و برعکس این حرکت کشور به سمت بحرانی بیشتر ادامه خواهد داشت. اما اگر رحمان بخواهد که کمی وضعیت رو بهتر کند و این سنگینی رو از بالای دوش مردم بردارد، شاید که دست به چند اصلاحات بگذار کسمتیکی هم باشد در سطح وزارت ها و شخصیت ها بزند که مردم یک از یک طرف بیایند با یک نفسی سبکتر که حداقل یک تغییرات با وجود آمد یک نفسی سبک بکشند، چون اگر خود رئیس جمهور رو تغییر داده نشد حداقل کمندش تغییر کرده ایستاد است. دویم شاید یک کمانده جوانتر بیاد، یک آدمانی که حالا از اون تفکر زمان شوروی بلشویکی و یا زمان جنگ شهروندی اون تفکر فرانت خلقی بیرون بیایند و نگاهشون به شهروندان تاجیکستان نگاه عادی باشد و قبول کنند که در این تاجیکستان دیگر فقط نمایندگان یک منطقه و یک اولاد نیستند، فقط یک حزب نیستند، بلکه در اینجا همه هست، همه ملت ها هست، همه دین ها هست، همه احزاب هستند با تمام این جریان ها. اگر نگاهشون تغییر کرد شاید در اون صورت یک سبوکی از لحاظ روانی، از لحاظ اقتصادی و سیاسی بالای مردم بیاد و یک تغییرات های صورت بگیرد. اگر این کار نشود دیگر یقینا که متاسفانه تاجیکستان به همون سیناریای بدتر حرکت خواهد کرد و در اینجا نقش اپوزیسیون چی میموند؟ من فکر میکنم که تمام نیروهای که در خارج کشور هستند و حتی کسانی هم که در داخل کشور هستند، بخصوص مهاجرین که امروز در یک حالت معلق قرار دارند، نمیدانند برگردند بیستند تقدیر آنها چی میشود، باید ما آهسته آهسته اینگونه تحلیل ها را بیشتر کنیم و واقعیت ها را با چشم باز ببینیم و دیگر جای نگرانی جای ترس نیست. اگر اونهایی که فکر میکردن که ما حکومت رو تنقید کنیم شاید که وضع از این بدتر شود، دوستانی عزیز از این بدتر دیگر چی میشود؟ تاجیکستان امروز در از جمله 10 کشور قشقترین دنیا هست، از جمله 15 کشور فسادزده ترین دنیا هست. البته بانک جهانی هم دیگر امیدش رو از ما کند، میگوید که دیگر مهلت پرداخت قرض ها رو و فایض ها رو هم مثل کشورهای دیگر آفریقایی، مثل یمن، مثل سومالی اینها از بحرش بگذارید و عقب پرتید. ما از جمله 8 کشوری در جای 8 هستیم، از لحاظ سرکوبگرترین حکومت جهان هستیم، مثل کره شمالی و سوریه و دیگر کشورها. خب از این بدتر برای یک ملت چی هست؟ چی میتواند باشد که حالا هم ما بگیم که دیگر تنقید نکنیم، حرف نزنیم؟ من فکر میکنم که اینجا باز دیگر البته نه با روش های خیلی هم خشین افراطی، حالا چی افراطی؟ افراطگرایانه از لحاظ سیاسی هست، دنیوی هست یا مذهبی هست، ولی با روح متمدن با یک جسارت باید موقع خود را بگیم که این طرز حاکمیت کردن دیگر ملت را به نابودی بردن است و من امیدوارم که این گونه صحبت ها، این گونه موقع گیری ها در آینده بیشتر خواهد شد و ما هم در پیمان ملی تاجیکستان در خدمت مردم عزیزمون خواهیم بودیم.